آغاز میکنیم واکسیناسیون سراسری رو بر علیه ویروس کووید 19 در استان آذربایجان غربی. من نام میبرم، 4 نفر از همکارانمون رو دعوت خواهم کرد به ترتیب برای انجام این واکسیناسیون. جناب آقای دکتر نادر نامبخش، متخصص بیهوشی از آی سی یو بیمارستان مرکز آموزش درمانی آیت الله طالقانی ارومیه. در واقع دارن دریافت میکنن به عنوان پزشک متخصص بیهوشی. من خوشبختانه به خدمت ملت عزیز استان آذربایجان غربی عرض بکنم که همزمان با واکسیناسیون سرتاسری که در کشور انجام شد و توسط ریاست محترم جمهور افتتاح شد در استان ما، هم ما برای حدود 870 دوز رو برای در واقع 435 نفر امروز آغاز کردیم که هم در استان در آذربایجان غربی اتفاق افتاد. دوز اول رو بعد از اینکه زدیم، دوز دوم بعد از 21 روز اتفاق خواهد افتاد. بهتر این دوز بر مبنای گروه‌های هدف که هم همکارانی هستن که در آی‌سی‌یو‌ها کار می‌کنند، در خط مقدم هستن. از کنار خدمت ما در استان تا آخر در واقع تابستان حدود 1,500,000 دوز رو تزریق خواهیم کرد که این در واقع گروه های هدف زیادی رو شامل میشه، افرادی که در مرض بیماری بودن، افرادی که بیماری های زمینه‌ای داشتن، همکاران ما که در بهداشت درمان کار میکردن. در واقع داوطلب شدن به معنی این هست که میخواییم بگیم میشه از این امکان استفاده کرد و در واقع نشان بدهیم که راه های مختلفی برای پیشگیری از این بیماری وجود داره. ولی این رو لازم هست ذکر بکنم خدمتتون که واکسیناسیون به تنهایی نمیتونه نجات بخش جامعه ما در حال حاضر از دست این بیماری باشه. آنچه که بسیار مهم و مسلم هست و بر اساس در واقع گایدلاین های علمی تایید شده و ثابت شده هست، رعایت پروتکل های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک، حفظ فاصله اجتماعی، رعایت بهداشت دست، صورت و در واقع از این دست پروتکل های بهداشتی بسیار بسیار مؤثرتر از آنچه که الان به عنوان واکسیناسیون میتونه انجام بده. هممون یه جا بیسیم بهتره، هم خود هم نباشیم. پزشکتون بیا، پزشکتون نمیاد. از بچه عربی هستیم، الان بچه ها چون مشغول برای واکسن هستن. آره آروم با تکونش بریم. خب بذارین که بیاد به زمان بعدی هم همینطور، بعدی هم در بذار بیرون، از آن فریز خارج بشه. در بیرون بذارم بیرون. خانم مایی، خانم مایی اللهم صل على محمد و آل محمد. انشاءالله که کرونا ریشه کم بشه و امید اون روز آخر چه روز به دوباره باشه.
حالا تو خداوند متعال امروز فرایند تزریق واکسن کووید 19 رو در استان سمنان آغاز می‌کنیم که با هماهنگی انجام شده با وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اولین محموله واکسن کووید 19 وارد استان سمنان شد و با حضور همکاران عزیز ما در بخش کرونا و آیسیوی کرونا بیمارستان کوثر در گروه اولی هستند که این واکسن بهشون تزریق میشه. امیدواریم که انشاءالله همیشه این روند ادامه داشته باشه و ملت از شر این ویروس رد بشن. جناب آقای دکتر، امروز خوشبختانه اولین مرحله واکسیناسیون همزمان با سراسر کشور در استان سمنان هم آغاز شده. خیلی خوشحالم از اینکه روند ریشه‌کن شدن بیماری شده، انشاءالله که همینطوری ادامه بدیم. اول بفرمایید این سابقه بیماری خاصی ندارید؟ خب الان خیلی خوشحالم که بالاخره استانمون کشورمون موفق شده واکسن تهیه بکنه، انشاءالله که هر چه زودتر به دست همه مردم برسه. انشاءالله. شهری خانم